اولین کاروان روحانیون اهل تسنن از شهرها و استانهای مختلف ایران که شامل 240 نفر می شود با هدف شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی و حرکت به سمت شهر مقدس کربلا وارد مرز باشماق در شهر مریوان شدند. در سالهای گذشته اهل تسنن از دیگر کشورها به خصوص از شهرهای مختلف عراق در مراسم مشایع امام حسین علیه السلام شرکت می کردند. گفتنیست مولوی گرگیج از چهره های اهل تسنن ایران چند روز پیش ضمن ناراحتی و نارضایتی از حضور اهل تسنن در مراسم پیاده روی اربعین این مراسم را بدعت نامیده بود. درگیری بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر قره‌باغ وارد مرحله جدیدی شده و این دو کشور از وقوع درگیری در مرزهای خود خبر داده و یکدیگر را به شکستن آتش بس متهم کردند. به دنبال تشدید درگیری‌ها نخست وزیر ارمنستان با رئیس جمهور روسیه تماس تلفنی برقرار کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا خواهان توقف درگیری‌ها بین ارمنستان و آذربایجان شده است. وزارت خارجه ایران نیز تغییر در مرزهای بین آن دو کشور را غیر قابل قبول خوانده است. سازمان‌های بین‌المللی نسبت به فاجعه انسانی به دلیل محرومیت از تحصیل و عدم حضور یک سوم کودکان سودانی در مدرسه هشدار می‌دهند. در همین راستا، سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داده که حدود 7 میلیون کودک یا به عبارتی یک سوم کودکان سودان در مدرسه ثبت نام نمی‌کنند و فرصتی برای تحصیل ندارند که تهدیدی برای ایجاد یک فاجعه نسلی است. دانشگاه تهران به دانشجویان ممتاز عراقی بورسیه تحصیلی می‌دهد. رئیس دانشگاه تهران طی سفر به کشور عراق از ایجاد بسترهای قانونی برای اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز عراقی خبر داد. وی گفت موضوع اعطای بورسیه به دانشجویان مستعد عراقی به تصویب هیئت امنای دانشگاه تهران رسیده و شرایط و مصادیق اعطای این بورسیه در یک کمیته ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.